سوالی که شما میپرسید، میتونم بگم که در خارج از ایران یک نقش بزرگی ایفا شد در جنبش سبز. قبل از اون شاید بگیم ایرانیان خارج از کشور خیلی فعال نبودند و الان شاید خیلی متفاوت هست قضیه. ایرانیان خارج از کشور میخوان که نقش بزرگی رو ایفا کنند و البته شما در خارج از کشور هستید، این امکان رو دارید، میتونید تظاهرات کنید، میتونید راهپیمایی کنید. کیه که بیاد شما رو دستگیر کنه؟ در حالی که من سالها در ایران زندانی بودم، گاز اشکاور خوردم، کتک خوردم، به زندان من انداختن، سالها در زندان بودم. چرا؟ چون مقاله نوشته بودم. حتی وقتی که نقل قول میکردم از خود جمهوری اسلامی منو دستگیر میکردم، میگفتن چرا این نقل قول رو اونجا نوشتی ولی اینجا ننوشتی. بنابراین وقتی شما در خارج هستید، در فرانسه هستید، خیلی متفاوته، خارج از ایران متفاوته. در داخل کشور در درجه اول باید یک صدایی باشه و خب در خارج هم باید نماینده اون مردم باشیم که در داخل کشور هستن، صدای اونها رو منعکس کنیم، ولی خب باید اعتماد باشه بین دو طرف. ببینید، ایرانیان در خارج نقش مهمی رو ایفا کردن برای مهسا، اما اشتباهای استراتژیک هم مرتکب شدن. گفتن ما چیز پیشرفت سریع میخوایم، این رو میخوایم، اون رو میخوایم، ولی خب این راهش نیست. همواره باید ظرفیت کسانی که در داخل کشور هستند رو هم در نظر بگیرید. و برای همینی که من میگم که نقش راه نداریم. ما دو تا نقش راه میخوایم. یک نقش راه استراتژیک میخوایم برای هماهنگ کردن نیروهای داخل، و بعد یک نقش راه میخوایم که هماهنگ کنه کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن. منطقه ما منطقه خیلی حساسی است. بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن. ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد؟ به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد. بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد. بنابراین اینها هم هست. نیروهایی که در خارج هستند باید که همراهی استراتژیک داشته باشند با نیروهای داخل ایران، برای اینکه در نهایت اتفاق در ایران میفته، در خیابانهای ایران میفته، در لندن و واشنگتن نمیفته. و همچنین نکته دیگر این که لطفاً مختصر بگید جواباتون رو. باشه، من مختصر میگم. کسایی که در خارج هستن در درجه اول میتونن صدای مردم ایران باشن و نمایندگی اونا رو داشته باشن، و نکته دیگر این که به صورت استراتژیک هماهنگی داشته باشن با کسانی که داخل ایران هستن.